راستش امیر جون نمیدونم چجوری بگم، خیلی سخت. اما میدونم آقا محسن از همون اولش هم با ازدواج ما موافق نبود. خواستم بگم حقیقتش فکر کنم حق با ایشون بود. یعنی من و عصر اصلا به دردم نمیخورد. نه بابا دارم چرت میگم، من عصر رو دوست دارم، نمیتونم، اصلا نمیتونم. آزاد، فقط میخواستیم بابام بیاد اینجا که این حرفا رو آزاد بهش بزنه. اصلا حرفای آزاد ربطی به من نداشت، حرفای خودش بود. دیشب اومد اینجا گفت زندگی ما هم ریخته، به بنبست خوردیم، کلی گرفتاری و مشکلات داریم. گفتم خب بشین صحبت کن دیگه. تازشم این قضیه دیر یا زود گندش در می اومد دیگه، نمیشه بخفی کاری کرد. که درسته که من با آزاد خیلی رفیقم، ولی هیچ وقت سعی نکردم که تو زندگیش سرک بکشم. بجه حتی همین الانم که پیش شما نشستم واقعا نمیدونم تو زندگی آزاد است رو چی میگذره، ولی هیچ وقت فکرشو نمیکردم شما بخوای انقدر خودتو کوچیک کنی که بابامو بکشونی بیاریش اینجا که این حرفا رو تحویلش بدی. واقعا برات متاسفم. آزاد، تو واقعا زنگ زدی بابا بیاد این حرفا رو بهش بزنی؟ شرمنده من نمیدونم واقعا چی بگم. چی شرمنده؟ اصلا از این موضوع خبر داره؟ نه، یعنی یه مدت که کم رابطه‌مون شکراب شده بود، اما اصلا باورم نمیشه. یعنی اگه خودم با چشای خودم نمیدیدم، اگه با گوشای خودم نمیشنیدم، اصلا نمیتونستم باور کنم که این حرفا رو تو داری میزنی. امین، تو رو به رفاقتمون قسم، چیزی به اثر نکن، من خودم درستش میکنم، خیالت راحت. خب مفخم؟ بله بفرمی. کامیابی هستم، افسر اداره آگاهی. آقای پویا صرافان کارمند شماست؟ بله. کجاست؟ نمیدونم، سر خونه زندگیشه. امروز هم که اصلا کارخونه نیومده. الان نمیدونید کجاست؟ از کجا بدونم، من خیلی وقت باش در تماس نیستم. لطف کنید تماس بگیرید بگید تشریف بیارن. من میگم که باش در تماس نیستم. برو جواب نمیده. قضیه چیه؟ ایشون متهم به آدم رباییه، ظاهرا داماد شما رو یه جا مخفی کرد.
آدم ربایی؟ پس بری سراغ خودش، چرا اومدی سراغ من؟ برای که ایشون کارمند شماست و غیر از شما از کسی دستور نمیگیره. نه اتفاقا از خیلی ها دستور میگیره. بعدم من واقعا باش در تماس هستم. حالا از نظر من مشکل نداره، هر جا رو میخوای میتونی بگرست، تمام کارخونه در اختیار شما. یه لحظه متشکرم داشته باشید. روز بخیر. معلوم از کدوم قبرستونی هستی؟ چرا لالمونی گرفتی اردک ما؟ حرف بزن. اگه لالی؟ نه. هستم. پس یه چیزی بگو. این میلاد قضیه چی شد؟ چه غلطی میخواد بکنه؟ زمینی که روش زندگی میکنیم و جو گرفته. دیگه وای به حال میلاد. هر کاری کنیم نمیره که نمیره که نمیره، فایده نداره. خیلی خوب، پس باید یه کار دیگه بکنیم. آره. چه؟ دوباره هنناق گرفتی که؟ چه مرگته؟ پلیس دنبالمه، رفتن دم خونم. خب که چی؟ یعنی لو رفتم. اون پسره داعش میلاد آمارمو داده. بفرما. اینم گندیه که خودت بلو. چقدر گفتم بهت این پسره رو نذار بره، این مارمولک حرف گوش نکرده. حالا بخواه چه غلطی کنی؟ خودت بگو. از من میپرسی؟ هرکی بپرسم از خودم؟ چرا نگفتی به این پلیس اومده کارخونه؟ ها؟ اومده کارخونه که اومده، اومده چیکار کنه؟ اومد سراغتو گرفت، گفتم نیستی. تو اون قدام که فکر میکنی من بچه کلی و روهم رفته ای نیستم. آدم های خودم رو دارم. خبر دارم بابک به اوش اومده. پس بردام که حافظش پسر جاش اسم منو بیاره، تو مثل همیشه جی میزنی و هرچی هست میندازی گردن من. آره تو فرار میکنی. آره که تقصیر خودته. من بهت گفتم برو بابک رو ورده بیار، رتی سرش رو ورده. بعدشم بفهم داری با چی حرف میزنی. حالا هم به جای این حرفا باشو بیا باغ، اونجا رو در رو با هم صحبت میکنیم، سنگا بونم با هم باید. بیام که کلکم رو بکنی تو بمیری. تو معلوم از امروز چته؟ از کدوم دنده پا شدی؟ من تا حالا کلک کیو کندم که تو دومیش باشی؟ همیشه بابام میگفت برای کسی بسوز که واسه خاموش کردنت از عشق مایه بذاره. آره از عشق مایه بذاره. الو الو الو. بزرگترین اشتباه آدمی که خرش از پل گذشته اینه که فکر میکنه جلوش هنوز پله. در واقع بازی دیگه تموم شد آقا جون. تمام. گوش کن ببین چی میگم، بعدن میفهمی. الو الو. الو. سلام عصر جان، خوبی؟ سلام داداش، خوبی؟ قربانت من. بابام اونجاست؟ آره داری میریم نمال پسره. کجا میری؟ دنبال میلاد. وای امیر تو رو خدا، بابا حالش خوب نیست تو این شرایط. نه ترس کار عجیب غریبی که نمیکنه. من میگم بابا رو ببر بیمارستان، تو میفتی دنبال دزد و پلیس بازی؟ حواسم هست، زنگ زدم کارت داشتم، تو خونه ای؟ خیلی خب باشه. نه منم نزدیک خونم. من بهت خبر رسیدی خبر بده حتما. نه بیدار میمونم، خبر بده. باشه برسم بهت میگم. نگران نباشه از رجوع. باشه باشه، خدافظ. خدافظ.
سلام. بله بفرمایید. سلام آزاد خانم. خوبید شما؟ متشکرم. یه سری مدارک پیدا کردم که مربوط میشه به میلاد و کارخونه. بله بله. شما رو ببینم. چشم. من خدمتتون میرسم. دست شما هم درد نکنه. پس من منتظرم. خدا نگهدارتون. چه زندش میخوای برم برات؟ آقا قندی؟ نه نه الان خوب میشه. تعارف میکنی؟ نه. دست در نکنه. زنداداش میگم یه چند وقتیه من یه موضوعی رو میخواستم به ماهورا خانم بگم، بعد گفتم اگر شما اجازه بدین من بهش بگم که ای پس من خودم میرم یه آبقند درست میکنم. نه نه حالا چیز نشده که چون میخواستم یه راجبی موضوعی باش صحبت آره. کنم آره. بعد میدونی من یه چند وقتیه بفرمایید. بله. الو. سلام. آزاد. من اینجا. چه بوبرنگی رو انداختی؟ سلام برلیه ماهه. سلام. خونه بودم گفتم به یه دردی بخورم دیگه. از تو خدا دوباره شروع نکن. دوباره بشین استراحت کن. علی من میام. اولا که من غلط بکنم شروع بکنم، دارم با عشق برات غذا درست میکنم. تقدیم با تمام قلبم. خیلی ممنون. ولی چه خبر بوده این حجم از شور در درون شما؟ چه اتفاقی افتاده؟ بده؟ نه خیلی خوبه، فقط علتش من چه همه خیلی اذیتت کرد. نمیدونم تو چه همه خوبی. از اولین روز ازدواجمون فقط همراه بودی، همش صبوری کردی، همش کنارم بودی. جشن عروسی برات نگرفتم، هیچی نگفت. روز اول زندگیمو آواره خیابونات کردم، فقط خندیدی. آوردم توی خونه‌ای که نه در شهنت بوده نه هست، بازم عاشقم کنارم. نمیدونم چی کار کردم که لایقی همچین عشقیم. هم فقط ازت میخوام که از ته دلت من ببخش. آزاد راستشو بگو چی شده؟ من ظرفیت این حجم از تعریف رو ندارم، هول شدم. خب حقیقته خسیت خواهی. بهرام الان جوابشو ندارم قهر میکنم، تو یه نگاه به غذا بنداز. چشم. الو. سلام از شد آقاتم. سلام برام جون. بابا پارسال دوست امسال آشنا. میداداش چه خبر؟ قربونت. کجایی؟ هیچی بودم میشه این آقای احمدی خدا به خود مشغول به کار بشه. اه چی آقا تعجب کردی؟ اونجا چی کار میکنی؟ کار میکنم دیگه داداش، دنبال یه لغمون الان. تو همون هولدینگ؟ آره دیگه. تو چی کار کردی؟ منم خونه. نه تو باورت نمیشه، من خودم هم باورم نمیشه. ببین آزاد میخوای من با یه آقای احمدی صحبت کنم بیایی اینجا مشغول به کار بشی؟ نه بابا من که نه، بعد اون آخرین دعوایی که اون شد دیگه اصلا نیستم اونجا. بابا آزاد خودش خواست که بهت بگم. واقعا خودش خواست؟ آره جوری دادا شوخی نمی کنم، خودش خواست بهت بگم. آقا خوش خبر باشی. قربانه خدا خیرت بده. با تمام وجود با کمال میل هستم، اصلا احتیاج داشتم. آره آره حتما. بس میبینم. قربونت. خداحافظ. یه خبر خوب. چی شده؟
بالاخره شغلی که در شهنم باشه پیدا کردم. خب خدا رو شد. خدا رو شد. غذا رو که نسوزوندی؟ نه گفتی همش بزن همش زن. آره ولی چی درست کردم؟ الو سپهران تویی؟ بگو سعید چرا گوشی رو جواب نمیدین همه دارم بهت زنگ میزنم؟ نه متوجه نشدم بگو کار چیه؟ بهت نگفتم این پسره یه لیگی تو کفشاشه؟ کی؟ پویا؟ پویا کیه؟ اسمش پیامه، پیام سلطانی. پیام سلطانی؟ پسر پرویز. حالا دیگه باید بدونی با چی کار داره. تو مطمئنی؟ عکس و شناسنامه‌اش واسط میفرستم. تونستی آدرس چیزی ازش برام بفرست؟ آره اونم برات میفرستم. سعید خان من جای تو بودم پی این کارو دیگه نمیگرفتم. همین حالش هم حسابی تو دردسر افتادی. دور و برت هر کی باشه پلیس دنبالش. من جای تو بودم دیگه پی این کارو نمیگرفتم. حالا خود داره. خیلی خوب تو دیگه نمیخواد نصیحتم کنی. اینجوری نمیخواد تای دلم خالی کنی. من طوریم نمیشه. از همین اخلاقت خوشم میاد. هیچ وقت باختو قبول نکردی. هیچ وقت. ببین یه چیزی دیگه. اگه میتونی چند نفر از اون بچه‌ها رو بگو بیان پیش من. یا با هم تماس بگیرن. اینم باشه. میگم بهت زنگ میزنم. ولی گوش کن سعید. این آخرین کاریست که دیگه واسه دارم انجام میدم. دیگه از این به بعد من تو رو نمیشناسم. هیچ کاری هم باهات ندارم. برو دنبال زندگی خودت. به منم هیچ ارتباطی نداره. باشه. کار نداری؟ خداحافظ. خداحافظ. یه دقیقه نمیتونم ببینم که تو ناراحت باشی. گفتم نردونی بهتره. یه نفر درد بکشه بهتر از اینی که چند نفر درد بکشه. من حتی دلم نمیموند که تو رو یک دقیقه ناراحت ببینم. من به هیچ کدوم بچه ها نگفتم. حسر خودش فهمید. بعدم به امیر گفت. منم نهیشون کردم که مواد به تو بگم. اصلا دلم نمیخواست تو بفهم. محسن جان من شریک زندگیتم. من همسرتم. شریک زندگی تو نباید فقط تو خوشی و شادی و کنارش روحرش باشه. حق با تو. حق کاملا با تو. یادت اولین بار کی با هم رفتیم زیارت کجا بود؟ مگه میشه یادم نباشه؟ مشهد با حسن. درسته. با چی رفتی؟ قطار. با قطار. خیلی وقت با هم مسافرت نرفتیم. بیا هفته آینده با هم بریم شیراز. مشهد. شیراز. مشهد. خب شاید جداقم برادر مهندس هست. اول با قطار بریم مشهد. بعد از اونجا بریم شیراز. آقا سعید. آقا سعید. تو به من قول دادی که این چکار رو پاس میکنی. من این همه چکار به خاطر تو دادم. بی معرفت نارفیق. تقصیر خودته. مگه من بهت گفتم این همه چک بکش؟ مگه من بهت گفتم این همه ریخت و پاش کن؟ این همه خرجای اضافه بکنم؟ تو میدونی با من چی کار داری میکنی؟ میفتم زندان؟ به چند وقتی میری یا کنک میخوری بر میکردی. بعدش هم پول مردم رو جور میکنی و بهشون میدی. آقا سعید من بچه علیل دارم. خانومم بیماره.
تو میفهمی اینا رو؟ نه نمیفهم. گفتم که تفسیر خودته. تو میخواستی گاوداری را دستمو در بیاری که در آوردی دیگه. چرا داری زندگیمون میسوزونی؟ تو داری از پشت بهم خنجر میزنی آقا سعید. از تو پسر پرویز خانی؟ پرویز سلطانی؟ تو همه این مدت نقشتو خیلی خوب بازی کردی آقا پیام. پیام دیگه ها؟ چیکار میخواستی بکنی؟ اومدی خودتو به ام نزدیک کردی که جلب اعتماد کنی ها؟ که من بهت شک نکنم که میخواستی انتقام پدرتو ازم بگیری. تو چی؟ دیگه خیال حرف مردم. بابا تقصیر خودش بود هر کاری کرد، نه تقصیر من. چیکار میخواستیم؟ حالا به اون خواستت رسیدی یا نه؟ یادتونه عرض کردم خدمتتون که افشار جمع کرده از ایران رفته؟ رفته، اما قبل رفتنش جسارتاً من یه مدارکی ازش گرفتم که ثابت میکنه شما تو حسابای کارخونه دستکاری کردی. همه اون مدارک رو دادم محسن. اوامری باشه. چرا زودتر نیومدی این حرفا رو بزنی؟ راستش میلاد برای یه پرونده دیگه، البته اون پرونده مالیه ها، چند نفر حکم جلبشو داشتن. من گفتم که اگر خودمون رسیدگی کنیم بهتره. شاید باور کنید من نمیدونستم اون طلبکاراش نیست. این داداشت پولم همراهش بوده؟ نمیدونم، یه مقدار تو خونه داشت نقد، ولی کلن پولاش تو حساب من بود. مشخصات حساب من هم دستشه، یعنی کارهای خریدهای روزانش و البته انتقالای سنگین رو من انجام میداده. پیامه که کسر حساب واسد میاد دیگره؟ آخرین بار کی اومده واسد کسر حساب؟
دیروز. چقدر؟ 60,000 تومان. ماشینم زیر پاش بوده؟ خیر. خیلی خوب. شماره حسابتو، نام شعبه با مشخصاتتو رو این بنویس بده به من. همه چیو گفت؟ خب زنده داشت؟ بگو. به نظر شما آخر این ماجرا چی میشه؟ چی صدات بزنم؟ خویا یا پیام؟ بکردی خیلی زرنگی ها؟ پیام همون روزی که ماشینو از کارواش بردی سیرش شدی، ازم خواستی که دستتو توی کارخونه بند کنم، یه حسی بهم گفت که یه ریگی تو کف شده، ولی هیچی بهت نگفتم. گفتم بالاخره دوم خروس یه جایی میزنه بیرون، تا اینکه قضیه روش شد. از همون روز اول نگاهت برای ماشینا بود. حس میکردم که یه چیز غریبی توشه که نمیدونستم چیه. نگو تو پسر پرویزی. تو این چند سال هر وقت خواستم قیدتو بزنم دستم لرزید. گندکاریاتو ندید گرفتم. پسر، تو بعضی وقتا قد آزاد برام عزیز بودی. معلومشم هستی. چرا دروغ بگم؟ ولی توی نامرد میخواستی انتقام بابات ازم بگیری. میخواستی از پشت بهم خنجر بزنی. در صورتی که تو قضیه بابات من مقصر نبودم، میخواستم بهش کمک کنم. اما زدی زیرش؟ نه، من نزدم زیرش، خودش آتیش زد به مالش. اون رفیق تو بود، شریکت بود، اما تو با اون حال مریضش تنهاش گذاشتی. من هیچ وقت اونو تنها نذاشتم. اون طور حماقت خودشو داد. تو میخواستی گاوداری از چنگش دراری، یادته؟ مثل همون کاری که میخواستی با کارخونه کنی. و تا حالا فکر میکردم پپه‌تر از این حرفایی. نگو تو هم یه چیزایی میدونی. شما دوتا دستتون توی کاسه هست. آقا سعید، من یه سری مدارک گذاشتم کنار برای همچین روزی. همه اون مدارکم امروز میرسه دست آقا محسن. پدرام هم خودم فراریش دادم، الان هم داره با پلیس میاد اینجا. سلام جان سرگوزه هست؟ بفهم. سلام بابا. سلام.
با راننده آژانسی که میلاد رسونده بود صحبت کردی؟ بله بابا. به چه نتیجه رسیدی؟ بابا میلاد رسونده بود به آدرسش ولی اصلا نمیشناختش. کجا سوارش کرده بوده؟ سر میدون آزادی سوار کرده. برده یه جایی سمت کمربندی آزادگان. آدرس دقیقشو گرفتی؟ بله بابا. خیلی. یه تحقیق کن اگر درست بود برای دستگیریش دستور قضایی بگی. یاد باشه با کلانتری معلم هماهنگ بکنی. چشم بابا. رئیس این گزارش کامل خدمت شما. خیلی خوب. بفهمید. باجس. سلام بابا. سلام. سلام خانم دکتر، چه عجب یاد گلای ما افتادی. خسته نباشین. ممنون. چیکار می‌کردی؟ داشتم اینا رو تمیز می‌کردم. قرار بود یه دونه از این گله به من بدید که ندادید. اومدم خودم ببرمش دیگه. بله اینجا همه مال شماست. اون کاکتوس که دادم خانم دکتر بدی دادی؟ بله اتفاقا تشکر کردن، گفتن که روش آبیاریش هم ازتون بپرسن. آبیاریش هم کاکتوس هفته یه بار، تابستون هفته دو بار، پاییز هفته یک بار، زمستون ده روز یک بار. چشم بابا، راستیاتش من برای یه مسئله اومدم اینجا با اتون صحبت کنم، به خاطر همین تو خونه نمیشد. چیزی شده؟ نه. با آزاد مشکلی پیش اومده؟ نه اتفاقا آزاد خیلی هم سلام رسوندن. شما اگه یادتون باشه یه شب لب حوض یه قولی به من دادید، فکر کنم دیگه الان وقتشه که به قولتون عمل کنی. لب حوض. خوب یادتون رفت؟ گفتید که یه کار نیمه تموم دارید، بعد که کارتون تموم شد به قولتون عمل میکنید. بابا جا هنوز که تموم نشده. بابا دیگه کاری از دست شما بر نمیاد که، حکم ما دیگه باید قاضی پرونده بده. حالا خیلی مونده، خیلی کار داره تا به حکم قاضی برسه. من از عمو احمد پرسیدم، به من گفتنشو. بابا من با چند تا متخصص صحبت کردم، گفتن که باید هرچی زودتر جلوی روند این بیماری رو بگیریم. اسرا جان بابا شما الگوی من هستی، خودتون بهتر از من این چیزا رو میدونی. من وقت گرفتم، وقت عملم گرفتم، هرچی زودتر باید عمل کنیم. من نمیدونم چرا شما نسبت به این مسئله بی تفاوتی، اصلا هیچ تلاشی نمی کنی، حداقل بابا به خاطر ما. اولا که توکلت به خداش، من یه دونه دختر دارم، به دختر گلم قول دادم که خودم بعد از همه اینا شیرجی دارم به تخت جبرایی. آره بابا نگران نباش، من یه نفر رو دارم که از همه چیزای این دنیا بالاتره. من توکل کردم با خیالت راحت راحت میشه، قولم به تو هم سر جاشه. ها الان بریم دفتر یه دونه شربت خونک با هم بخوریم، چطوره؟
این نقشه باغه. یه باغ بزرگیه، سه تا سوله داخل میشه. سوژه ما سه نفر یا دو نفر هستن، احتمالا مسلح هستن. اگر واکنششون دادن جوابشون کوبنده میدیم. احتمالا مسلحن، تاکید میکنم. جلیقه بپوشین، من جلوتر میرم، بیسیم که زدم وارد عمل میشه. این باغ از اون پشت را داره؟ پوشش میدیم همه رو. جلیقاتون بپوشین.